تابله شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن جیلوی تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است. شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن جیلوی برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glviz.com دیدن کنید. glviz با کمتر از $1000 در ماه آگهی‌های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می‌نماید. آگهی‌های glviz بر روی تلویزیون‌های هوشمند، تلفن، تبلت‌های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید glviz پخش خواهند شد. این آگهی‌ها علاوه بر ده‌ها کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم‌ها و سریال‌های محبوب جی‌ال‌ویز نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به جی‌ال‌ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. 201-647-429-3999 با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جیلویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیلویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه‌ای کمتر از $1000 تبلیغات شما را در هر استان و یا هر شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به جی‌ال‌ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. جی‌ال‌اد اکسچنج آگهی‌های تبلیغاتی شما را بر روی بیش از 30 کانال تلویزیونی پربیننده فارسی زبان پخش می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی ایریا سیلیکون ولی و طریق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در هر گوشه جهان در خدمتتون هستم. دو سه تا موضوع امروز هست. اولا هوش مصنوعی که من خودم کنجکاوم خیلی در موردش و میدونم که شما هم کنجکاوید. آقای دکتر مهندس استاد دانشگاه جناب فرزان روح پرور امروز هم تشریف دارن که به ما بگن که این هوش مصنوعی چی. حالا من بیشتر از همه دوست دارم که آقای دکتر فرزان روح پرور به مضرات و خطرات این هوش مصنوعی بپردازن که من واقعا
فکر میکنم چیز وحشتناکه. اما در انتهای برنامه در واقع یک ویدیویی دارم از سه تا دوست من که سرطان گرفته بودن و هر سه بهبود پیدا کردن و دیشب یه جشنی گرفته بودن که در این دوستان همه جمع شدیم که به خاطر سلامت این دوستان، که یکی از اونها جمال وفایی بود. جمال وفایی 4 دفعه تحت عمل جراحی مختلف برای برای برداشتن سرطانش کرده. 2 دفعه سرطان پروستات یا یک سرطان مثانه، 2 دفعه هم سرطان گلو و این آخریشو 3 هفته پیش تا 7 هفته پیش برداشته. و دیشب اونجا جمال اون دو دیگه دوستان آقای مهرافر و آقای علی موریدی تشریف داشتن و یک ویدیو سورپرایز براتون دارم از جمال وفایی که هرگز ندیدید. و بعد یک کار قشنگ تمیز ساخته شده از طرف آقای از لحظه تصویرم رفت آقای حواسم پرت شد آقای امیر همایونی خوش صدا این ویدیو رو ساختن. شعر نیست که دکلمه کردن خودشون، از شعر از اردوان سرفرازه و بازیگری خوب اسی حکیم‌زاده، کارگردان فنی همین تلویزیون پارس و گپی خودمانی. اما اجازه بدید که قبل از که به اون قسمت از برنامه برسیم شروع کنم با آقای دکتر مهندس فرزان روح‌پرور، استاد دانشگاه، شخصیتی که من حقیقتا به دوستیشون خیلی افتخار میکنم. شخصیت موفقی هستن و الانم استاد دانشگاه هستن و آخرین اختراعشون باتری های باترو هست که در واقع 7 برابر باتری معمولی عمر دارن. جناب آقای فرزان خان سلام عرض کردم. قربان، سلام از من، سلام به شما و تمام بینندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که میتونم باز در برنامه شما شرکت کنم. اوکی عزیزم. جناب آقای فرزان روح‌پرور، یعنی تقریبا 3 هفته پیش یا 1 ماه پیش ما شروع کردیم این بحثی رو که شما که واقعا یه رب النوع کامپیوتر هستید در مورد هوش مصنوعی به ما بگی، که این همه صحبت از هوش مصنوعی است، هوش مصنوعی، این هوش مصنوعی چی هست که شما یه توضیحاتی رو فرمودی، رفتیم اونجا که مزرات خطراتش چیه، نصف کاره وقتمون تموم شد. حالا من میخوام شکیلی از این برای بینندگان عزیز ما بگید که این جریان هوش مصنوعی چیه و اون چیزایی که نگفتید و بهش امروز بپردازید. حتما خدمتتون عرض میکنم. هوش مصنوعی و نحوه کارش اصلا چطوری هستش و چطوری میتونیم با سلول های عصبی خودمون ربطش بدیم؟ یک حوزه گسترده در علوم کامپیوتر ساینس هستش، علوم کامپیوتری، به اینجا بهش میگیم کامپیوتر ساینس، که با ایجاد AI stand به قول معروف میگن واسه Artificial Intelligence که همون هوش مصنوعی هستش، من مرتب به AI ریفر میکنم، برمیگردم این میگم AI، متوجه بشین که AI همون هوش مصنوعی هستش. این ماشین ها میتونن یک کارهایی بکنن که معمولا به هوش انسانی نیاز داره و این سرکارشون فقط این کامپیوتر ها میتونن پترن ها را تشخیص بدن و الگوها را تشخیص بدن. دو نوع روش استفاده میشه. یکی هستش ماشین لرنینگ، یعنی که یادگیری ماشین، و دیپ لرنینگ یعنی یادگیری عمیق. و یه چیزی دیگه هم هستش بهش میگن منطق استقراری، یعنی که اینداکتیو لاجیک. اینداکتیو لاجیک چی هست اصلا؟ مثلا شما یک نوع دوا به یک عده مریض میدین، ببینین واسه شون مؤثر بود، کار کرد، اگر مریضه جدیدی ببینین خب میگین خب این دوا حتما واسه اونا هم کار میکنه. به خاطر همین از این منطقه ها میتونن استفاده بکنیم در هوش مصنوعی، که کاری که الان باش میشه انجام داد پردازش زبان طبیعی است که همون میگن Natural Language Processing در زبان انگلیسی، بینایی کامپیوتری، همون
کامپیوتر ویژن، یعنی که با شما میتونید ببینید با کامپیوتر و تحلیل تجزیه و تحلیل کنید. تشخیص کامپیوتر چشتون باشه، درسته استاد؟ دقیقاً درست میفهمم. تشخیص دادن الگو، وقتی شما به یه عکس نگاه میکنید یه چیزایی در عکس میبینید، ولی وقتی کامپیوتر داره به یه عکس نگاه میکنه تمام ریزترین پیکسل ها و جزئی ترین قسمت های عکس رو میبینه و در حافظش نگه میتونه داشته باشه. سیستم های توصیه گر، اصلا سیستم های توصیه گر چی هستن؟ شما اگر نگاه کنید در سیستم های توصیه گر، ما همیشه دارن سالیان سال هستش که فیسبوک، گوگل و جای دیگه نگاه میکنن. شما همینطوری که دارین فکر میکنین دارین مثلا یوتیوب رو تماشا میکنین، یوتیوب هم داره شما رو تماشا میکنه. وقتی با گوگل دارین یک چیزی رو مثلا نگاه میکنین، گوگل هم داره شما رو زیر نظر میگیره که ببین آقا روی این مثلا ادورتایزینگ، روی این تبلیغ شما چقدر وقت صرف کردین، و از روی این میتونه بفهمه که شما یه مقدار علاقه دارین به این موضوع، و میبینین بعدن فوراً بمبارونتون میکنن با سیستم های توصیه گر، میگن فلان مثلا کفش اگر دوست داشته باشین یا فلان عینک رو دوست داشته باشین یا هر چیز دیگر که روش مثلا یه مقدار تعمق کرده بودین در ایمیلتون یا در گوگل سرچتون، اونا شروع میکنن واسه تون توصیه میکنن که مثلا فلان کالا هم هستش، قیمتش هم ارزان‌تر، میتونین بخرید. خودروهایی که الان میبینین همه دارن یواش یواش به هوش مصنوعی. حالا جناب آقای دکتر فرزان روپرور، یه چیز جالب شما گفتید، همینه، عجب قشنگ گفتید. مثلا فکر کنید من میرفتم در مورد یک دونه استاک سهام بررسی کنم، آقا از فردا صبح تا از خواب بلند میشدم تا شب، نه یه روز، ده روز، بیست، همیشه مرتب در مورد استاک برای من چیز میفرستن. حالا من در مورد یه استاک میخواستم بدونم چه، فهمیدن که مثلا من توی کار استاکم علاقه دارم، آقا ول نمی کنن که. چقدر قشنگ گفتید، درست میفرمید، بفرمید. بله، مثلا اگر نگاه کنی این خودروها، ماشینایی که میبینین اکثرا دارن یواش یواش تبدیل میشن به خودروی که خودران هستن، میتونن خودشون رانندگی کنن. در آینده نزدیک خواهید دید که ماشین ها فقط شما باید بهشون بگید کجا میخواید برید، دیگه به جی پی اس هم نمیخواد واسش بزنید، با همون زبان معمولی، زبان طبیعی خودتون، به هر زبانی هستش بهش میتونید صحبت کنید و شما رو اونجا میبره. ربات هایی که دارن الان میسازن اینا همش از باهوش مصنوعی دارن ساخته میشن و کاری بسیار عجیب غریبی هم داره انجام میشه. البته میگم خیلی مسائل های زیاد هست از هوش مصنوعی که همون در موتور جستجو ما درش میگیم، اور سرچ انجین در انگلیسی، که مرتب داره همون الگوهای شما رو یاد میگیره و نتیجه گیری میکنه. به خاطر همین من فکر میکنم این کامپیوتر، بعدش هم حالا یک انشاءالله درباره کوانتوم کامپیوتینگ صحبت میکنیم و چه فرقی داره اون با کلاسیک کامپیوتر و چه ادوانتیجه، چه برتری هایی داره نسبت به این کامپیوتر کلاسیکی که ما روزانه استفاده میکنیم و از چه نظر بهتر هستش و از چه نظراتی هم مثلا خیلی خیلی یواشتر از کامپیوتر معمولی خواهند بود. ولی خب میگم از همونطوری که گفتم الان فعلا درباره AI که صحبت میکنیم، میبینیم که خیلی یادگیری سریعی داره انجام میشه. این مثل یک نوزاد میمونه فعلا که واقعا در حال رشد و در عرض مثلا خب حدودا اگر مثلا همین گوش کرده باشین مثلا چت جی پی تی که کمپانی اوپن ای آی داره میده بیرون، واسه که این برنامه رو بهش ترینش بدن، آموزش بهش بدن، حدود 300 سال از کامپیوتری بسیار مغزی، کامپیوتری بسیار بزرگ بعد استفاده کنه. 300 سال طول میکشه که یک هوش مصنوعی رو ترین بکنه. خب با که 300 سال وقت نداریم، اینا چیکار کردن؟ اومدن 1000 تا کامپیوتر با هم دیگه گذاشتن به صورت موازی روی این مسئله کار کردن. 1000 بخش بر 300 سال میکنه میشه 3 ماه. در عرض 3 ماه تونستن آموزش بدن، ولی خب 1000 کامپیوتر رو با هم دیگه به صورت پرلل، به صورت موازی گرفتن، با هم دیگه شروع کردن ازش کار گرفتن
تو بالاخره این AI متولد شد. البته خب من فکر میکنم خیلی خیلی در آینده این سرعت چیزش، سرعت رشد و نموش خیلی بیشتر از حد اون چیزی باشه که حتی در عقل بگنجه. الان شما به صورت راحت میتونید به زبانهای مختلف با کامپیوتر صحبت کنید. من فکر میکنم الان من خودم در دیپارتمان کامپیوتر ساینس و کامپیوتر انجینیرینگ دانشگاه کالیفرنیا استیت یونیورسیتی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا دارم درس میدم و من داشتم اتفاقا به بقیه استادای دانشگاه همکارانم میگفتم که من فکر میکنم تا چندین سال دیگه نیازی به درس دادن در رشته کامپیوتر ساینس و زبان مثلا زبان سی پلاس پلاس یا زبان پاسکال یا فورترانی که زمان قدیم یاد میدادن یا پایتون یا بالاخره زبانهای دیگه اصلا نیازی نخواهد بود، چون که شما به صورت معمولی الان به کامپیوتر میگین من میخوام فلان برنامه رو بنویسم و کامپیوتر کاملا میاد از شما چندین سوال میکنه و اون برنامه نویسی رو اصلا تو کاملا انجام میده. پس بنابراین نیازی به اون صورت نخواهد بود که یک نفر بیاد بشینه کد مثلا پایتون رو مثلا بنویسه که مثلا فلان کار رو بخواد انجام بده. الان شما نگاه میکنید صحبت کردن، شما با صحبت میتونین بهش بگیم که مثلا به کامپیوتر میتونیم بگیم فلان عکس واسه شما بکشه یا فلان کتاب یک دوست داری یک داستان بنویسه. اگر توجه کرده باشین در همون طرف خود لس آنجلس الان خیلی مردم همون فیلم بردارا و نویسندگان الان دارن اعتراض میکنن که این هوش مصنوعی کارا رو از اینها خواهد گرفت و چون که الان شما میتونین بهترین کتابا رو به در هر موردی به هوش مصنوعی بگیم مثلا اون کتاب زیبایی میتونه بنویسه، حالا چه داستان رمان باشه چه بخواد یک کتاب دیگه رو بگیره خلاصه کنه چه بخواد شعر واسهتون بگه. شما میتونید به زبان ساده بهش بگین میخوام فلان وبسایت رو دیزاین بکنم، ازتون پرسید میخواین چی بفروشید چیکار کنیم یا و غیره و غیره. الان میتونید شما بشین بگین یک کتاب بهش بدین بگین واسه من اینو ویدیوش کن، واسه من یک فیلم بساز، واسه من آهنگ رو این فیلم بساز. همه این کارا رو انجام داره میده. یعنی میدونی با اینکه خیلی خیلی هنوز در طفولیت داره زندگی میکنه این AI ولی به سرعت واقعا عجیبی داره رو به توسعه هستش. اجازه فرمایید که آقای دکتر مهندس فرزانخان روح پرور، اولا حالا بس برای من بعد بگید که چجوری شما با این همه گرفتاری ها دانشگاه ایالتی سنوزی یا فرمودی فکر کنم سنوزی فرمودی داری تدریس میکنید. حالا برمیگرد من ببینم که اصلا خب باید شما دیگه همونطور که گفتم رب و نوع کامپیوتر باشه که به تو سیلیکون ولی که مرکز کامپیوتر جهانه استاد کامپیوتر باشید. پیامه رو ببینم و برمیگرد در خدمت کنه اصلا. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry. Through the most extensive and rigorous research process available, candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سنحوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است.
و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال. و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. کافه قناری بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خوش و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قناری بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408-247-4888. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف فینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف فینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیون اسکریت بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. کیترینگ لیلا در شمال کالیفرنیا از بی ایریا تا ساکرامنتو در خدمت شماست. با خدمات مجالس ما نگران پذیرایی از میهمانان خود نباشید، بلکه خود همچون میهمان لذت ببرید. تلفن 916-996-2719. وبسایت leilacatering.com. Unique, sophistication, and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved ones. خب آقای دکتر مهندس فرزان روح‌پرور، استاد دانشگاه، 50 اختراع به ثبت رسوندن و از همه مهمتر کلاتا. خب الان روی این باتری که گفتم 5-7 برابر لیگوها کنه، میدونم انرژایزه رو اینا قدرت داره و طول عمر داره، کار ساختش تموم شده. و حالا بسید من یه سوالی از آقای روح‌پرور بکنم. ببینید، خب آقای روح‌پرور رو من از روی نوشته نمیشناسم، حقیقتش از روی که برم بیوگرافیشو ببینم، نه به هر حال دوست من هستن و ما دوست سالیان با هم یه دوست هستیم و میدونم که مثلا ایشون، حالا اینو خوندم، این یکی رو خوندم که یه کمپانی رو شروع کردن، میخوام اینجا مچشونه بگیرم، یه کمپانی رو شروع کردن فکر کنم با 4 نفر و با 400,000 دلار سرمایه. بعد این کمپانی به جایی رسید، حالا عددا رو خودم خود آقای دکتر مهندس فرزان روح‌پرور واسه درست کنه، چون من همینجوری دارم از ذهنم دارم میگم، کمپانی کارش به جایی رسید که درآمد سالیانش 4
میلیارد دلار در سال. آقای فرض خالد ریشی نکنی شما قبل از اینکه دنیا به فهم هوش مصنوعی چیه، شما خودتون هوش مصنوعی اختراع کردید و یه کارای اینجوری عجیب و غریب کردید. حالا یه توضیح اول در مورد کار خودتون بدید، تماشاگران عزیز بدونن که به هر حال فقط شما استاد دانشگاه نیستید و چه کارایی کردید. چیکار یه توضیح بدید ممنون میشه قبل از اینکه ادامه بده هوش مصنوعی. باش من اتفاقا صحبت دانشگاه که میکردین، ما کاری که در هوش مصنوعی، من خب کلاسی که در رابطه با هوش مصنوعی در عرض این 30-40 سال در دانشگاه داشتم درس میدادم و واقعا میبینم که چقدر جهش بسیار بسیار عظیم کرده. و یک زمانی بود که ما مثلا یک پروژه به دانشجویی که مثلا مسترس رو میخواستن تموم کنن یا میخواستن وارد برنامه PhD و دکترا بشن، بهشون میگفتیم مثلا چند تا عکس مثلا بخواییم به کامپیوتر نشون بده که فرقش بفهمه که این سگ هست یا گربه هست یا گاو یا الاغ یا اسب. و واقعا یک سال دو سال طول میکشید تا بتونن این برنامه ریزی رو تموم کنن. و الان شما میدین که کوچکترین نقاط میتونه با artificial intelligence، همون هوش مصنوعی، الان اینقدر قوی شده که اون کارا رو مثلا دیگه اصلا نظرم خواهم کار بسیار بسیار جزئی هستش. من همونطوری که فرمودین در کارهای شرکت های خصوصی هم کار کردم و در همونطوری که فرمودین در چین و هندوستان و اروپا و آمریکای جنوبی من شعبات بسیار زیاد داشتم در کمپانی آخری که کار میکردم و 38,000 نفر واسه من کار میکردن. با چند نفر شروع کردم؟ با 4-5 نفر، بیشتر نبودیم شروع کردیم. ولی خب خوشبختانه تونستیم کمپانی رو به در حد خیلی بالایی برسونیم و بعدش تصمیم گرفتم که این کمپانی واسه خودمون بزنیم، من و برادرم فریبرز و روح‌پرور. ایشون هم حدود بیشتر از 500 تا اختراع دارن. ایشون هم با هم دیگه همکاری کردیم و یک کاری نگاه کنید، شما وقتی که باتری میسازن، باتری ها رو فقط میان در اون شیمی در درون باتری رو دارن باش بازی میکنن، تغییرات درش میدن. ما اومدیم یک چیپ ساختیم که میاد این ولتیج و اون شدت نیرو یا امپ یا کرنتی که در اون هستش اونا رو اندازه گیری میکنیم و سعی میکنیم که با معروف هوشمند ساختن این باتری ها بتونیم ازشون حد اکثر استفاده رو بکنیم. یک چندین تحقیق شده بود که 15 میلیارد باتری در عرض سال فروش میرسه و این 15 میلیارد باتری به طرف گاربیج میندازن، به تو آشغال میندازن بعد از که کارشون تموم شد. و تحقیقات نشون میده که حدود 30% این باتری که مردم میریزن بیرون تو آشغال، حدود 84% هنوز انرژی در درونش هست. و متاسفانه شما شکنی 5 میلیارد باتری در سال بیرون میریزن مردم با 84% انرژی در درونش. و ما تصمیم گرفتیم که یک چیپ بسازیم، یک آی سی دیزاین کنیم که بتونه تمام انرژی از باتری بکشه بیرون، که شما وقتی میدازین بیرون واقعا این باتری تمام انرژیش ازش گرفته باشین و به خاطر همین از طول عمر باتری میتونیم 6-7 برابر بکنیم. و این البته خب شرکت‌های باتری واقعا خیلی با ما جنگیدن و بسیار بسیار مثل یک طوفانی بود که مرتب به ما حمله بر بودن، چون که نمیخوان مثلا حسابش کنیم که اگه فروش 15 میلیارد باتری در دنیا به 5 میلیارد یا 6 میلیارد برسه، خب اینا ضرر بزرگ متوجهشون میشه. و خب مرتب در حال جنگ و جدال و کاری قانونی و غیر قانونی با ما حمله میکردن و با اونا درگیر بودیم. و ما کاری که کردیم این چیپ را در درون خود باتری قرار دادیم. هیچ کسی در دنیا این کار را نکرده بود و ولتیج و کرنت معروف باتری رو میگیریم و رگولیتش میکنیم و اون باتری دیگه تا زمانی که شما باتری درش انرژی هستش به نظر میرسه که این باتری واقعا نو هستش. و همون مثلا اگه در درون یک چراغ قوه بذارین، ببینید نور باتری یواش یواش کم و کم و کمتر میشه، ولی ما کاری میکنیم که نور باتری به شدت همون اصلی اولیش باقی بمونه و تا تمام انرژی رو از باتری که گرفتیم و وقت باتری شما میتونید بذارید زیرش دور. و
بعد کار دومی که ما کردیم گفتیم که خب این باتری هایی که میندازن دور، حیف آدم چرا ریچارجبل باتری ها رو استفاده نکردیم. و فهمیدیم که ریچارجبل باتری ها واقعا کامپتیبل نیستن، یعنی از در ولتجی 1.2 ولت بیشتر ندارن، و وقتی که الکلاین مثلا نگاه کنی باتری معمولی 1.5 ولت هستن. به خاطر همین شما وقتی نگاه میکنی یا باتری ریچارجبل میخواین استفاده کنین، به نظر میسه یه باتری خیلی ضعیفی باشه. ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم ولتج این باتری رو در درون بالا رساندیم، بازم میگم با دیزاین الکترونیک که در درون خود باتری قرار دادیم، و آی سی و اون چیپ ما در درون باتری قرار میگیره، و باتری که میسازیم اینها دیگه درست مثل همون باتری معمولی ولی با افیشنسی 100% دارن کار میکنن، و پرفورمنسشون یعنی کارآزماییشون در حد همون عالی اولیه خواهد. خب ببینید عالیه. این داستانی که جناب آقای دکتر روپرور میفرمایند، خب یه مقدار زیادش من در جریان هستم. خب بالاخره فکر کنید کمپانی بزرگ باتری میلیارد دلار سرمایه‌شونه، دوست ندارن که یه باتری جدیدی بیاد که 7 برابر 6 برابر اونا عمرش، طول عمرش بیشتر باشه. ببینید دو تا از این کمپانی باتری سازی بزرگ که من و شما همه میشناسیمشون، یکیشون 10% بسیه انرژی قدرت و عمرش بیشتر از اون یکیه، فروشش در سال چند صد میلیون دلار یا چند میلیارد دلار بیشتر از اون یکیه، فقط یه رد 10%. حالا فکر کنید که یه کمپانی به باتری بده که 6 برابر عمرش باشه چی میشه. اینی که من در جریان هستم که به علاوه مشکلات قانونی و به قول ایشون غیر قانونی اینا دارن درست میکنن از صد راه این دوستان ما آقای فرزان و برادرشون شدن، و کار داره البته پیش میره، چون که البته خونه غول هم، ولی خب فرزان جان و برادرشون هم در نوع دیگه غول هستن. گفتم که الان اشتباه شما نشنیدید، فرزان 38,000 کارمند داشت، یعنی با 4-5 شروع کرد شد 38,000 کارمند. به هر حال اونا اگه پول دارن و زور دارن، آقای فرزان روح پرور و برادرشون مغز دارن، میرن سراغ هوش خودشون، که تازه این هوش خودشونی که هوش مصنوعی رو درست میکنه. آخه یادتون باشه، اگر به نظر من اینجوری، من مطلع هستم، حالا فرضا میتونه من تصحیح کنه، اگر کامپیوتر الان قدرت هوشیش در واقع انقدره، مغز انسان انقدره گنجایش مغز انسان. بنابراین فرزا خان و برادرشون با هوش خودشون هوش مصنوعی رو کار میکنن که جلوی کمپانی باتری سازی رو که جلوی دوستان ما رو گرفتن رو سد کنن. خب آقای فرزا خان پردر نازنین من، گفتم فرزان دلشو، خب فرزان دلشو هم رفیقه باست. آقای رو پردر بفرمایید که این از هوش مصنوعی، مثلا فکر کنید که من دارم فکر میکنم اگر این هوش مصنوعی به جایی برسه که همه کاری بتونه بکنه، مثلا دیگه ارتش سرباز نمیخواد، نه مثلا یه دستگاه خودشون اتوماتیک میرن بمب میندازن و میاند، و نه یه توضیح در این آینده هوش مصنوعی ما بدیم که دنیا رو داره چیکار میکنه. البته همونطوری که گفتم این هوش مصنوعی در حال حاضر خب خیلی کارا رو نمیتونه بکنه و در حالت طفولیت هست، ولی این مسئله من فکر کنم تا سال دیگه، یه سال دو سال دیگه آنچنان تغییر کنه که حتی در فکر ما هم نمیتونه بگنجه. در حال حاضر مثلا شما نگاه بکنید، خیلی کارا رو مثلا میتونن اتومات بکنن، که بسیاری از وظایفی که در حال حاضر توسط انسان ها به صورت معمولی انجام میشه، اینا خودکار بشن، اتومات بشن، و این امر ممکنه هم بهره وری و افیشنسی رو بالا ببره و هم هزینه رو کمتر بکنه و کاهش بده و خرج کمتر بکنه. خب هرچی کمپانی ها بیشتر دوست دارن که خرج رو بیارن پایین، حسابش کنین مثلا به 100 تا مهندس داشته باشن 10 تا مهندس خواهند داشت و افیشنسیشون هم میره بالا، یعنی خرجشون اومده پایین و
و خیلی کارا رو راحت‌تر میتونن انجام بدن. و این شما نگاه کنیم در آینده بسیار نزدیک کاستمر سرویس که مرتب زنگ میزنن مثلا شما سوال میکنین، این تمام کاستمر سرویسه که الان اکثرش هم آوتسورس کردیم ما به کشورهای دیگه مثل ایندیا و اندونزی و فیلیپین و غیره و غیره، اینا همه جایگزین میشن با همین هوش مصنوعی، چون که این کارها رو به صورت خیلی معمولی انجام خواهد داد. در علم پزشکی میتونه کاری خیلی مهم بکنه، میتونه در تشخیص بیماری ها یک برنامه‌ای بریزن که خیلی جالب‌تر از هر دکتری بتونه کار کنه. شما حسابش کنین 500 میلیون دیتا رو شما دارین از مریضی‌های مختلف دارین میدین به یه نفر، ممکنه یک دکتر 50,000 مریض دیده باشه، ولی یک دکتر AI هوش مصنوعی میتونه میلیون‌ها مریض دیده باشه و خطر این که اشتباه بکنه خیلی کمتره. و شما حسابش کنین الان برنامه رزیلنسی، وقتی که شما میرن وقتی شما پزشکیتون تموم شه، یه برنامه 3 ساله یا 4 ساله رزیلنسی و دوره تخصصی ببینیم. یکی از دوره تخصصی رادیولوژی بود. رادیولوژی چیزی بود که همه خیلی هم چون که کار راحتی، شما نمیخواد شبا کشک بدین و پولش هم مثل بقیه برای پزشکی خوب بود. الان امسال در آمریکا هیچ کسی اپلای نکرده. چرا درخواست نکردن؟ چون که بعد داره این برنامه من به نظر من بسته میشه، چون که الان هوش مصنوعی داره این عکسایی که اکس ری دارن میگیرن اینا رو داره مرتب میخونه و خیلی بسیار دقیق چیزایی هم که دکترها میس میکنن و نمیتونن ببینن اینا دارن میبینن. و به خاطر همین در آینده خب میبینین کارهای پزشکی هم یواش یواش تبدیل میشه به هوش مصنوعی. در کشاورزی بهبود در کاهش در کارهای به قول معروف بهره‌وری و کاهش ضایعات و به انوایرمنت و محیط زیست بخوان کمک کنن، این AI باز بسیار میتونه مفید باشه. در حمل و نقل شما میبینید که راننده اوبر و تاکسی و کامیون ها در آینده نزدیک اینها اینجا با از بین خواهد رفت. ممکنه بتونه بهترین منابع انرژی رو در آینده پیدا کنه، بهترین مولکول ها رو بتونه مثلا یه طوری به هم دیگه چیز کنه که در صنایع جدی که حتی در فکر ما نیست الان خیلی پیشرفت های خوبی بکنه. ولی خب خطراتی هم که هوش مصنوعی داره باید نگاه کنیم ببینیم که هوش مصنوعی اگر کنترل ما از دست بره، مثلا شما به هوش مصنوعی میگین یک کاری انجام بده که نمیخواد، فکر نمیکنه این کار درسته، این خود الان هوش مصنوعی داره خودش پروگرام خودش رو عوض میکنه. یعنی حسابش کنین مثلا شما یه چیزی دارین دیزاین میکنین، یه ربات دارین دیزاین میکنین که این ربات میره یه ربات دیگه از خودش بهتر داره دیزاین میکنه و شما خبردار نیستید. این کامپیوتر هم فعلا در هوش مصنوعی داره چیکار میکنه؟ داره پروگرام جدید خودشو کپی میکنه یه جای دیگه و شروع میکنه این پروگرامایی که نوشته شده در خودش که الان کپی شده اونا رو داره مادیفای میکنه، داره عوضش میکنه، بهبود بهش میده و منی که این پروگرام اولی رو درست کردم خبر ندارم از اون، چون که به من نمیگه. شما در بعد ما میتونیم بهشون خیلی چیز یاد بدیم ولی خودشون دارن مرتب یاد میگیرن. اگر یادتون باشه گفتم با چیف تکنیکال آفیسر اوپن ای آی که همون آدم یکی از بزرگترین کمپانی تو هوش مصنوعی هستش، گفت من خبر نداریم، ما خبر نداریم که در درون این پروگرام چه اتفاقی داره میفته. ما بهش گفتیم برو یاد بگیر و یه مقدارم بهش یاد دادیم، به یه مقدارم خود شفته یاد گرفته و میلیون ها کتاب خونده، میلیارد ها مقاله خونده و و و و اینها یاد گرفته و ما نمیدونیم چطوری شده که مثلا زبان چاینیز یاد گرفته، ما اصلا انگلیسی همیشه رو بهش یاد داده بودیم. روی همین است میتونه کنترل از دست بره. یکی از چیزای مهمش که اول ماها حس خواهیم کرد از دست دادن شغل ها میمونه، که این شغل ها همونطوری که گفتم یواش یواش ریپلیس میشن، جایگزین میشن با هوش مصنوعی. دوم مسئله که خیلی
ممکنه مسئله بزرگی بشه، تبعیض و تعصب در سیستم های AI به وجود بیاد. اگر AI بتونه متعصب بشه و مثلا منجر به تبعیض بشه بر علیه گروه خاصی، به عنوان مثلا سیستم هایی که چهره را دارن نگاه میکنن، ممکنه AI تصمیم بگیره که ایشون بر حسب اشتباه که مثلا چون که رنگشون مثلا سیاه هست، قهوه‌ای هست، زرد هست، فلان، یک مقدار مسئله داشته باشن. یک مسئله دیگه در رابطه با پرایوسی هستش، پرایوسی یا همون نگرانی حریم های خصوصی هستش. سیستم های AI معمولا تمام اینفورمیشن و اطلاعات درباره افراد جمع آوری میکنن و ذخیره میکنن و اینا میتونن یک زمانی اگر بخوان سوء استفاده کنن از چیزای بانکی شما، از بانک شما به یه بانک دیگه، به حساب دیگه بریزن، خب راحت میتونن این کارو بکنن. یه نفر داشتم باهاش صحبت میکردم، میگفت که AI تو زمانی که در مثلا همون بحثی که صحبت کردیم که ارتش هست و فلانی حرفا، خب نگاه کنین الان ممکنه الان ربات نداشته باشیم، الان دارن ربات ها میسازن که کارهای یه چیز میکنن، ولی خب میتونیم درباره چیز بحث ارتشیش هم خیلی بیشتر وارد بحث بشیم، ولی الان میتونه AI با برنامه ریزی شما میتونه بره برق مثلا فلان شهر رو قطع کنه یا آب فلان منطقه رو قطع کنه. دیگه احتیاج ندارین شما یک نفر انسان یا یک نفر ربات این کار فیزیکلی انجام بده. متوجه این؟ شما میتونید سیستم بانکی رو مختل کنید، میتونه سیستمای استاک مارکت رو مختل کنه. شما اگر سیستم برقی رو مختل کنه، شما نمیتونید برین گروشری استور، برین از مارکت غذا بگیرین، چون که کامپیوترشون کار نمیکنه. اون دستگاهی که میذارن میخواین پول بسن اینقدر خرجتون هستش، اینا دیگه کار نمیکنن. بنزین خونه میرین، بنزین خونه ها کار نمیکنه چون که برقی وجود نداره و و و به خاطر همین و میتونه در دموکراسی هم یه مقدار مسئله ایجاد کنه. اگر شروع کنه این ربات ها، مثلا این ربات های برنامه نویسی شده، نه ربات هایی که فیزیکلی چیز میشن که بهش میگن بات میگن به انگلیسی، این ربات های هوشمندی که در کامپیوتر هستن میتونن خیلی کارا رو بکنن، میتونن شروع کنن مقاله پردازی کردن، میتونن میلیون ها مقاله درست کنن، میتونن میلیون ها وبسایت درست کنن و تبلیغات ناجور بکنن. به خاطر همین اگر در دست انسان های بد بیفته با هدف های بد، هوش مصنوعی رو میتونن واقعا ازش کمال سوء استفاده رو بکنن و این چیزی هستش که واقعا باید دادم بیشتر بهش فکر کنه. هر دفعه نگاه میکنین در جنگ های پهبادی مثلا AI داره همه چی رو کنترل میکنه دیگه. حالا اگر یک زمانی این AI ها شروع کنن حس کنن که مثلا بهش میگین به فلانجا حمله نکن و اینا میدونن که بعد حمله کنن، میگن پس شما که به من دارین دستور میدین دارین دشمن ما هستین، برمیگردن به منی که اعلام کردم به فلان موضع حمله نکنید، من میتونن بیان به من حمله بر بشن و من منهدم کنن. به خاطر همین یه مقدار مسائل جدیدی در این مسئله میتونه به وجود بیاد. بی اعتمادی بین کشورها ممکنه، اصلا اگر AI همه چی رو داره کنترل میکنه، میتونه مثلا بین فلان کشور یک و کشور دو جنگ شروع کنه بدونی که انسان ها خواسته باشن این موضوع. در نهایت میگم ارتش باید خیلی آگاه باشه که چطوری از این چیزا استفاده میکنه و الان میدونید که درون های هستن دیزاین شدن، ماشین های کوچولی هستن که دیزاین شدن، پهبات های هستن دیزاین هستن که فیس ریکگنیشن دارن، شما میتونید بفرستین از همه عکس برداری کنن، فیلم برداری کنن و تمام کسی که در یک جمع اعتراض میکنن اینا رو شناسایی کنن، یا میتونن اگه خواستن یه نفر رو خدایی نکرده اساسینیت کنن و یه نفر رو بخوان بکشن، مثلا بهش میتونن پروگرامش کنن که در فلان شهر برو دنبال فلان شخص بگرد و وقتی که دیدش یک چیز خلاص بزن به صورتش، یه بمبی چیزی بزن و اینا تموم شد. اینا مسائلی هستن که دردناک هستن و مسائلی هستن که اگر در دست انسان‌های بد قرار بگیره، خب متاسفانه میتونه نتایج بدم داشته باشه. یک دنیا ممنون جناب آقای دکتر مهندس
ارزان روح پرور نازنین، ممنون. حالا ما با آقای روح پرور قرار گذاشتیم که هر از چنگایی، حالا نمیخوام بگم که یه هفته در میون، چون واقعا گرفتارن، مثلا یه ماه پیش مانی پیش با هم که صحبت کردیم، قرار شد یه هفته در میون با هم دیگه در مورد مسائل تازه کامپیوتر و تکنولوژی صحبت کنیم که ببینیم نشد، چون هر بار گرفتاری و جلسه و اونا امکان نداره که ایشون بیان. ولی که قرار شده که حالا میگیم یه هفته در میون، ولی که قول نمیدیم، ولی که از شنگهای حداقل ما یه دفعه سخت یه دفعه با آقای روح پرور در این زمینه ها و مسائل دیگه تکنولوژی صحبت کنیم. یک دنیا ممنون جناب آقای روح پرور گرامی. پیامو میبینیم، برمیگردیم میبینیم به ویدیوی ساخته شده توسط آقای همایونی با شعر اردلان سرفراز و یک فیلم دیدنی و جالب، یک ویدیو دیدنی و جالب از آقای جمال رفایی بعد از چهارمین عمل جراحی علیه سرطان. پیام رو میبینیم و برمیگردیم. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استونز کریک بولوارد روبروی هاندای استونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذاها آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه، یگانه یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استونز کریک بولوار، تلفن 408-666-1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپک، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خشک و تر ایرانی.
کیک‌های عروسی و تولد، انواع ساندویچ‌های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408-247-48-88. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هوندا آکورد در هوندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هوندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گل‌ها جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. خب بله، یکی از صدایی که خوشم میاد واقعا کار گویندگی این صدا آقای همایونیه که اکثر به آگهی ها میبینید تلویزیون مختلف، واقعا صدای دلش میداره. ایشون از روی یک شعر اردلان سرفراز، آقای اردلان سرفراز، یک ویدیو ساخته و خودش هم این شعر رو خونده و آقای اسی حکیمزاده هم بازی کرده. این درد دل و حال روز سر ما ایرانی هست که در غربتی اکثر کسی هم از اون گذشته، میگم عجب چه دنیای بیهوده بود، چی شد، چرا اینجوری شد. این ویدیو رو دوست دارم که همه ما با هم دیگه نگاه کنید، تماشا کنید. شنبه پیروز ایرانیان شهر فولسون در شمال کالیفرنیا، شهر تاریخیه، استقلال آمریکا رو جشن گرفتن و دوستانم در رادیو 24 ساعته بامداد یه ویدیو تهیه کردم برای برنامه گپ خودمانی در تلویزیون ملی پارس. این ویدیو رو دوستان فرستادن ازشون درد نکنه با هم مراسم استقلال، روز استقلال آمریکا در فولسون که 24 برگزار شد نگاه میکنیم، دو روز پیش نگاه میکنیم.
دستون درد نکنه دوستان در کجا در منطقه ساکرامنتو فولسوم و همچنین رادیو 24 ساعته بامداد. سپاسگزارم از همه شما که تماشاگر برنامه بودید. سپاسگزارم از جناب سپهر خسروی که 15 ثانیه به ما چی میگن لطف کنید 15 ثانیه بیشتر باش. سپاسگزارم از ایزد یکتا. یک سپاس دارم، سپاس میکرم و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. شبتون خوش. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید.